چون دموکراسی میدونید حدود 80 تا مدل داره. دموکراسی نماینده یکی از اون موارد خیلی مشهورشه. قانون اساسی ما دموکراسی نماینده ای رو اندراج داده، نه در فقط صورت معمولی به اصطلاح بندهاش و اصولش، بلکه یکی از مواردی است که حتی قابل بازنگری نیست. در آخرین بند قانون اساسی داریم که همه قانون اساسی قابل بازنگری است مگر اصولی که به سه تا پایه وصل میشن. پایه اول ماهیت اسلامی نظام، پایه دوم میزان مشروعیت سیطره است که همون ولایت فقیه، پایه سوم ارجاع به آراء عمومی یعنی مکانیزم دموکراتیک. من هر وقت فکرش رو میکنم خدا رو شکر میکنم. حالا یه وقت هست ما به رهبر عزیز خودمون بر اساس مبانی شرعی مقید هستیم، ولی یه امر ماست، امر ایشون اصلا مشروعیت همه مسئولیت ها به نظر ایشونه. این فقه جعفری است، این فقه اهل بیت، ولی هم این سیطره رو داره. من همینجا اشاره کنم که بعضی از دوستان ما دیدم اخیرا مثلا اشاره کرده بودن که مثلا همه مردم باید تسلیم منتخب مردم باشن. در فقه جعفری و در نظام اسلامی اطاعت بر اساس مسئولیت مشروع، حتی یه پاسبان که انتخاب مردم هم نیست دیگه، شد 10 طبقه بخوره تا انتخاب مردم، در حوزه مسئولیت مشروعش راه رو میبنده، میگه شما از این مربع همه ما ازش اطاعت میکنیم. اطاعت ملاکش مشروعیت مسئولیت. ما در این که جای خودش داره نسبت به مقام معظم رهبری، ولی امر ماست، هر کی در حوزه مسئولیت مشروعش باید در این چارچوب سیطره کار. منتها من اصلا گذشته از این، از بیرون نگاه کنیم، اصلا فرض کنید ما از کره مریخ داریم نگاه میکنیم، اصلا مسلمون هم نباشیم، ببینیم یک کسی کشور خودش و ملت خودش رو چگونه داره پیش میبره.